بخش‌های وسیعی از جنگل‌های ایران به دلایل مختلف از جمله آتش‌سوزی، ساخت و سازهای غیرقانونی از بین رفتن. مورد اخیرش پروژه راه آهن رشت آستارا، البته هنوز اجرا نشده اما گفته شده اگه اجرا بشه تنها جنگل جلگه‌ای ایران رو از بین می‌بره. برای احیای این جنگل ها اصلا راهی وجود داره؟ چون من ابتدای برنامه گفتم میخواییم راجع به راهکارها هم صحبت کنیم. اصلا قابل جبران هست این جنگل هایی که از بین رفته در این سال ها؟ ببینید، این که ما بتونیم برگردیم به 50 سال قبل، خب این شرایط امکان پذیر نیست. ما تغییراتی رو هم از لحاظ محیطی ایجاد کردیم، هم تغییرات آب و هوایی ایجاد شده. به قول شما خوشسالی های پی در پی بوده که اغلب هم ما بحران آبمون انسان محور هست. همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه بر ساختار یک اکوسیستم. حالا در رابطه با جنگل، ببینید اگر جنگل رو ما به حال خودش رها بکنیم، یعنی بذاریم خودش اون مکانیزم های خود تنظیم خودش رو فعال بکنه و کمترین دخالت رو درش داشته باشیم، میتونه جنگل بازسازی بکنه خودش رو. ولی خب ما میبینیم که به قول شما تخریب داره صورت میگیره و ما مسئله قاچاق چوب رو داریم، مسئله زغالگیری رو داریم، مسئله ساخت و ساز و ویلا سازی رو داریم، تغییر کاربری در بعضی جاها برای کشاورزی رو داریم که جنگل رو قطع میکنن برای اینکه بتونن در اونجا کشاورزی انجام بدن، که باز برمیگرده به همون سیستم مدیریتی. ولی خب اگر ما بیایم به جنگل فرصت بدیم برای اینکه خودش رو بازسازی بکنه و اون شاخه های جوانی که در جنگل هستن بتونن رشد بکنن، طبعا جنگل میتونه این مسیر توالی و تکامل خودش رو ادامه بده و حتی میتونه به کلایمکس هم برسه، یعنی به یک حالتی که به اوج پایداری خودش برسه. آنچه که در حقیقت داره صورت میگیره همون فشار انسانی هست که خب برمیگرده به هم معضلی که ما بهش اشاره کردیم در چارچوب سیاست‌گذاری های غلط و برنامه‌ریزی های نادرستی که در کشور داره صورت میگیره. لذا ما اگر کمک بکنیم به جنگل، به قولی که میگن اگر ما میخواییم کمکی بکنیم هیچ کاری نکنیم، یعنی دخالتی نکنیم و نذاریم که برداشتی در اونجا صورت بگیره، یا به قولی میگن بعضی از جاها رو ما قرق بکنیم بذاریم جنگل خودش رو بازسازی بکنه، حتما بازسازی صورت خواهد گرفت. ولی اینکه ما برگردیم به همون مساحتی که قبلا بوده، این امکان پذیر نیست.